عرض ادب اترام دارم به شما امیران از ارجمندم گر نبودی در جهان امکان گفت چه توانستی گل معنا شکفت تا لحظاتی دیگر با دکتر اسام نوزری خواهیم بود فکر با از حضورش گیری کنیم و بپردازیم به یک محپس علمی این محپس علمی که به هر حال با زندگی تکه که ما ارتباط پیدا میکنه خیال پردازی قدرت تخیل انسان یکی از موهبت هایی است که فر و فرگشت به ما به ما داد خیلی ما تمام به دستاورد های معنوی انسان و بسیاری از دستاورد که منجر شد به گسترش مدنیت در بین ما همه ناشی از تخیل بوده دیگه ناشی از خیال پردازی های ما بوده که به شکلی با ذهنیت ما با دستگاه فکری ما در ارتباط بوده و واقعا هم این, این, این درسته اگر بگیم در کنار هر فکری تصویر وجود داره اینش تو کازن مدرن آلمانی که به شیراز در جشت من گفتگو در فرودگاه شیراز بهش انجام دادم برای تلویزیون ملی ایران در اونجا خودش گفت گفتش که من بسیاری از کارهامو قبل از اینکه بسازم میبینم یعنی آثار موسیقی هایش رو در ابعاد و رنگ های مختلف و من مشاهده میکنه خیلی از کارگردان های دنیا قبل از اینکه فیلمی رو بسازن تقریبا اون فیلم رو یا مجموعه صحنه های اون فیلم در دستگاه تخیلشون هست یعنی میتونن پیشا پیش بگن که یا راهنمایی بکنن که قرار این صحنه ای که ساخته بشه چه چه شکلی داشته باشه شاکلش چی باشه و محتواش چی باشه سهراب سپری سخنی داره به نظرم خیلی شنید نیست میگه زیبایی استتیک یعنی تعبیره آشغانه اشقا وقتی شما به تجربه خودتون درباره اشیاء زیبا فکر میکنید که باز خود او ناشی از خیالی و میرسید به تعبیر عاشقانه در مورد چیزی که الان دارید مشاهدهش میکنید و باب تب و میل شماست دکتر نوزری از خیلی خوش آمدی در شما خسته نماشید دکتر زدی راه دور چقدر هوا گرمه نیست؟ بله درست امروز داشتم می اومدم واقعیت داره که بسیاری معتقدن کسانی که داره افکار جزمی هستن افکار جزمی یعنی افکار سنجواره ای دارن اینا قدرت تخیل و خیال پردازیشون خیلی خیلی ضعیف مثال های مذهبی یا یعنی مذهبیون متعصب قدرت تخیلشون ضعیف یعنی حتی این این از اونها گرفته شد. دفعه بزرگترین هدیه که فرگشت به انسان داده پرواز در دنیای خیال هست قدرت خیال پردازی هست اما مانند بسیار از چیزهای دیگه با انسان زاده نشده اما ام. کار مغز است و مغز حضور دیرینه روی کره زمین ما مغز بود ما نبودیم شما سری بزنید به 100 میلیون سال پیش مغز بود به 20 میلیون سال پیش مغز بود ما اما ما نبودیم ما حضوری متأخر روی کره زمین خود داریم حدود یک ست هزار سال هست هومو ساپینس ساپینس شما و من بینندگان گرامی شما پرواز در دنیای خیال یا همون ایمجیناسیون انسان رو وارد یک فصل تازه در فرگشت کرده اما همونطور که گفتم مختص به انسان نیست اگر شما سری بزنید به حیوانات دیگه ام. نگاه کنید به کمین کردن یک ببر ام. نگاه کنید به کمین کردن یک شیر پر است از اندیشیدن حساب کتاب کردن ارزیابی کردن یا نگاه کنید به شیرجه یک او... اندیشگران که تو اما تصویر دیگه تصویر سازی تصویر سازی و حساب کتاب کردن مسافت ها رو اندازه گیری کردن مم. برای نمونه یا نگاه کنید به یک اقاب زمانی که یک اوقاب از اون بالا در دریا شیرجه میزنه اگر ذره خطا کنه در زاویه شیرجه زدن اون آب مانند سنگ جمجمه اقاب رو میشکنه اما اوقاب در یک فاصله بسیار بالا به خاطر اینکه چشمان اون به مراتب قوی تر از چشمان ما هست اون ماهی رو در زیر آب میبینه. میبینه مسافت رو حساب کتاب کرده سرعت پرواز رو و زاویه رو زاویه ورود به آب رو و بعد ماهی رو شکار کردن و بیرون اومدن بنابراین خیال پردازی مانند عشق مانند مادری مانند محبت همه حضور دیرینه روی کره زمین ما دارد و جالب هست مصری ها فکر کردند که این خیال پردازی کار قلب است. روی مغز حساب نمی کردن. و به همین دلیل در زمان مومیایی کردن مغز رو بیرون می آوردند اما قلب رو نه اه. قلب رو مومیایی می کردن و بر می به درون بدن که به کار شما بسیار خواهد اومد پس از مرگ اه. یونانی ها روی قدرت ما حساب میکردن اونها هم مانند مصری ها اصلا روی مغز حساب نمیکردن روی قدرت فکر میکردن این قده های ماست که تصمیم گیری ها در اونجا گرفته میشه زمانی که به ما میرسه این قدرت تخیل برخلاف اوقا برای نمونه یا یک شیر یا یک ببر نیازمند به همدلی هست هم. نیازمند به همیاری هست هم. نه تکروی یعنی ما روی شانه های هم ایستادیم این من نیست که به فضا میره این ما هستیم, ما هستیم که به فضا میریم این من نیست که به اقیانوس ها میره این ما هستیم که به ژرف‌های اقیانوسها میریم بنابراین فرگش این سعادت رو نصیب ما کرده نه نصیب من من هیچی نیست مغز انسان برخلاف بسیاری از موجودات دیگه بسیار ناتوان به دنیا میاد شما یک انسان رو در یک جزیره رها کنید یک مارمولک رو هم رها کنید مارمولک زنده میمونه اون انسان از بین میره با تمام مغزی که داره با تمام پوزی که میتونه بده به خاطر این مغز خودش با یک مارمولک یا شما یک انسان رو در یک بیابان رها کنید یک حیوان دیگر رو هم رها کنید میبینید که اون انسان دوامی نمیده. نمیاره, در فاصله کوتاهی از بین میره انسان اگر آموزش نبینه در قیاب فرهنگ این مغز کاری از دستش بر برده نمیاد برده. تا اینکه آموزش وارد میدان بشه حالا حیات نیازمنده به مغز نیست بیشتر موجوداتی که در طول چند میلیارد سال گذشته روی کره زمین زندگی کردند و از بین رفتند اتفاقا مغز داشتند مهم. یا یک سیستم ابتدایی مغز داشتند دقیق بگم میشه حدود 500 میلیون سال گذشته و همین مغز بود که کار دستشون داد یعنی از این مغز استفاده کردن اما استفاده غلط و دیگه امروز با ما نیستن روی کره زمین ما هیچ حضوری ندارن و برعکس وارونه اون بیشتر موجوداتی که روی کره زمین با شادی و خرمی زندگی کردند مغز نداشتن الان هم همینطور است بیشتر موجوداتی که روی کره زمین زندگی میکنن مغز ندارند بنابراین حیات نیازمنده به مغز نیست اما اگر مغزی پیدا شد این مغز میتونه کار دست شما هم بده نمونهش نگاه کنید به تاریخ حیات روی کره زمین ما بسیاری از موجودات دیگه با ما نیستند و نخواهند بود برای مم. همیشه از رفت بین رفتند مغز ما به طور میانگین دارای 86 میلیارد نورون هست سلول عصبی مم. و هر کدوم از اونها میتونه ده هزار تا 15 هزار سیناپس ایجاد کنه ارتباط با سایر سلول ها ام. و در همین لحظه که من با شما صحبت می کنم، در هر لحظه در هر ثانیه بالا یک هزار تریلیون واکنش شیمیایی در بدن من صورت میگیره و این مغز شما 20 درصد از انرژی شما رو اکسیژن شما رو طلب میکنه یعنی مصرفش بالاست به خصوص اگر این که اون رو به کار بیاندازید و آموزش دیده باشه انرژی بالایی رو از شما طلب میکنه زمانی که انسان به دنیا میاد حتی در یک فاصله کوتاه میتونه 500 یا 600 سیناپس در ثانیه ایجاد کنه اصلا تصورش هم مشکل, مشکل هست عمید. 500 600 سیناپس در یک ثانیه بالا یک هزار تریلیون واکنش شیمیایی در یک لحظه یعنی در دو لحظه دو برابر شده در ده لحظه ده برابر شده واکنش هایی که به طور منظم در حال انجام گیری هستند بنابراین این انسان به دنیا میاد این مغز ناتوان هم به دنیا میاد حجمش در حال حاضر 1450 گرم هست در گذشته بوده حدود 1000 گرم پیش از اون 750 گرم پیش از اون 450 گرم حالا به ما که رسیده حدود 1450 گرم هست انسان هایی بودند که حجم مغز اونها بیشتر از ما بوده خب و قدرت تخیل و قدرت تفکر در مغزی که سنگین تره یا اینکه نه ممکنه بیشتر مربوط میشه به تناسب حجم مغز به بدن به بد. برای نمونه ما موجوداتی داریم مانند فیل مانند دلفین مغز بزرگتری داره نسبت به انسان فیل مغز بزرگتری داره یا نهنگ نهنگ مغز بزرگتری داره اما بستگی داره به حجم مغز نسبت به اندام ما ام. از اون طرف یعنی ردی تناسبی وجود داشته باشه ولی تا... ب... همه داستان نیست برای ام. نمونه هم فیل و هم دلفین در بخش های از مغز خودشون به مراتب پیشرفته تر از ما هستند یا نورون هایی رو دارند که ما محبه. اصلا نمیدونیم این نورون چطور امکان داره اینطور کار کنه یعنی ام. کاری از پس این نورون ها برمیاد که از دست ما ساخته نیست یه نمونه بجید برای نمونه اکولوکیشن دلفین میتونه از قسمت بالای مغز خودش یک موجی رو رها کنه این موج در دل دریا فرو میره برمیگرده وارد دهان دلفین میشه به دندانهای دلفین برخورد میکنه دندانهای دلفین هیچ نقشی در خوردن بازی نمیکنند <applause> آمپلیفایر هستن شما اگر یک در ماهی در واقع نوع پارتونگاری میکنه دیگه پارتونگاری پارت میکنه. میکنه که از هر مانعی هم رد میشه اما شما فکر میکنید که از هر مانعی رد میشه و شما فکر میکنید که این دندان کارش خوردنه شما نیه. همه رو بر اساس خودمون قضاوت همیتونه. میکنید ما خود محور هستیم امه. اما شما اگر یک ماهی رو برای دلفین پرت کنید اون رو قورت میده امه. و این دندان ها فقط و فقط کارشون آمپلیفای کردن این موج هست بنابراین این... دندان ها در دلفین ها بخشی از مغزه دقیقا. 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 همون پرتو نگاری و این پرتو به مغز میرسه و تبدیل به تصویر میشه یا ما موجوداتی رو داریم که نانو ولتاژ سلول های عصبی شما رو ثبت میکنند یعنی سلول های عصبی شما رو هک میکنند مثلا مانند کوسه کوسه آه. مانند کوسه که میتونه با آمپول های لورنزینی میتونه اون نانو, نانو ولتاژ بدن رو تبدیل به تصویر کنه آه. یک نوع هک کردن واقعا مغز شماست و به همین دلیل هست که از دستش در نمیتونید برید یا پشتی جایی قایم بشید یعنی اگر گیرش بیابتی کار تمام <تصفح> از دست چند فرار کنید حالا جالب هست تعداد حملات کوسه به انسان در روی کره زمین بسیار بسیار بسیار, بسیار پایین هست برست. انگوش شمار هست اما در مقابل ما در سال میلیون ها کوسه رو از بین میبریم که صدمه زیادی میزنه به بایو دایبرسیتی. اما برگردم به این قدرت خیال این قدرت خیال هست که باستی به اون میدان داد به لطف آموزش اگر آموزش نبینه در فضای ضد فرهنگ تملق چاپلوسی بی خیالی شروع به پرواز کردن میکنه یعنی برابری شما میتونید این مغز رو توانمند کنید یا این مغز رو ناتوان کنید ضعیفش کنید کار بدید دست همه ما چرا چون در هر دو صورت نیازمند به همدلی هست ام. نیازمند به یارگیری هست به تنهایی کاری از دست این مغز ما بر نمیاد یادتون باشه حتی عشق با انسان وارد کره زمین نشده حتی رقص رقص حضور دیرینه روی کره زمین ما داره ما موجوداتی رو داشتیم و داریم که با رقص تنازی می کردن برای دلبری هره. که این برمیگرده به م. 400 میلیون سال ساله پیش م. یا ترانه سرایی هیچ ارتباطی به انسان نداره ترانه ساختن ترانه م. یا محب... محبت مادری یا فداکاری از خودگذشتگی از جان خود دیگه از این بالاتر نداریم از جان خود شما اون رو در اینا به نام این متقدم من نسبت همه هیچ چیزی با انسان زاده نشده اما انسان به لطف این قدرت پرواز در دنیای خیال میتونه به تک تک اونها یک مقام تازه بده که ما تا به حال روی کره زمین شاهد اون نبودیم مه 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 برای نمونه شما نگاه کنید به هنر شما در دنیای خیال پرواز میکنید و چیزهایی به ذهن شما میاد که هیچ واقعیتی نداره یعنی نورون های مغز شما تصویر رو میسازند که ما نمیدونیم این تصویر از کجا اومده همیتوره. برای نمونه شما شعری رو شروع به نگارش میکنید که حیرت آور هست این نورون ها این واژه ها رو از کجا پیدا کردند؟ چون این واژه ها پیش از اون در مغز شما حضوری نداشتید حالا سری که به مغز میزنیم شما جریان برق رو میبینید الکتریسیته و نورو مواد شیمیایی بنابراین این راز در این دنیای الکتریسیته نهفته است یک چیزی رو هم اینجا به بینندگان شما بگم که متافیزیک ماورا و طبیعه اینها همه خرافات هست هیچ جایگاهی واقعا نداره علم. و شپ علم هست و نباستی اینها رو وارد مغز کودکان خودمون در ایران بکنیم به خصوص با این عرفان های مدرن مم. یا شما حتی زیاد میشنوید که میگن که فلان شاعر ما 800 سال پیش تمام این جریانات کوانتوم رو میدونسته این رو واقعا مشخص کرد اما ما به قدری دانسته هامون در مورد ماده ضعیف هست که همیشه توی سر ماده زدیم قافل از اینکه ما هیچ شناختی از ماده به راستی نداریم مم. هنوز توی دنیای الکترون و پروتون, پروتون هستیم اون ارتباطاتی که میان اون هاست و اگر باور نمی کنید سری بزنید به مغز خودتون مغز شما از جریان الکتریسیته استفاده میکنه برای ایجاد ارتباط کردن دلوند. اما میان این سلول های عصبی مواد شیمیایی هم هستن بنابراین مغز شما یک داروخانه هم هست داروخانه که میتونه در یک لحظه آدرنالین ترشح کنه و شما رو عصبانی کنه و در همون لحظه میتونه اندورفین ترشح کنه یک ماده مخدر و شما رو آروم کنه برای کارخانه تولید شیمیایی یک یک کارخانه هست که روی مواد شیمیایی خطرناک حتی سرمایه گذاری کرده اندورفین مانند تریاک یا از اون طرف آدرنالین شما به یک نفر میزنید ضربان قلب میره بالا بالا و شما مرتب نمونه اون رو در موشن ها میبینید که روی زمین افتاده فک شکسته انگشتاش خرد شدن اما زمانی که مردم نام اون رو صدا میزنن به ناگاه بلند میشه یه مش میزنه اون طرف رو نبیده. شکست میده و برنده میشه روز بعدم میره بیمارستان یعنی <applause> این مغز ما یک مغز حیرت آور هست اما چند نکته هست که ما باستی بدونیم یک این مغز تازه وارد کره زمین ما ده. نشده دو یک هدیه هست به ما یک هدیه از سوی فراگشت و فروگشت حیات هدیه بزرگ هدیه بزرگ سه به دلایلی که بعدا توضیح میدم در بسیاری از نقاط ضعیف شده برای نمونه بینایی شما ضعیف است بینایی کبوتر بینایی شاهین بینایی اوغا بینایی دلفین به مراتب به مراته بهتر مجدارم. از ماست شنوایی به شدت ضعیف شده شنوایی شما چیز زیادی نیست فرکانس های خاصی رو ما میشنویم چه فرکانس هایی که حیوانات دیگه اونها رو میشنون و ما نه و حتی نگاه به دنیا ما موجوداتی داریم که دنیای ما رو بسیار زیباتر و رنگینتر و پولاریزه تر از ما درست؟ اما در یک قسمتی یک پیشرفت خاص کرده و اون پرواز در دنیای خیال هست که به راستی حد و مرزی نداره تا اونجای پیشرفته که شما نگاه کنید به زبان فارسی که به تایید بسیاری از بزرگترین ادیبان فرانسه ادیبان اروپایی حتی شاید قدرتمندترین زبان, دنیا باشه بنابراین این زبان شما سری میزنید به 800 سال پیش نه رادیو بوده نه تلویزیون یک آدمی رو میبینید به نام حافظ در این دنیای خیال پروازی میکنه واجه های رو به شما ارائه میده که شما میبینید این هیچ ارتباطی به دانشگاه و مدرک تحصیلی نداره اینها همه نتیجه این فراگشت و فروگشت حیات است اما این آدم به این مغز خودش این فرصت رو داده که در این دنیای خیال پرواز حسابی کنه همشانده. حالا شما سری بزنید به برای نمونه حتی عمر خیام در اون هم این رو میبینید که هزار سال پیش است یا فردوسی همینطور هزار سال پیش است و این واقعا پیام من هست برای جوانان ایران امروز ما بزرگترین نبرد تاریخ میهن خودمون رو در پیش داریم نبردی که در ایران هست بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست ما یا این نبرد رو میبریم یا ایران ما برای همیشه از بین میره آبهای ایران خشک شدن دشت ما از بین رفتن آموزش و پرورش در ایران سقوط عجیبی کرده اما شما نگاه کنید که ایران ما پر قهرمان شده پر نوید هست پر یلداست پر حدیث هست پر نیکاس پر کیان هست یک فرصت فوق العاده هست اینجاست که این ایمیجیناسیون وارد میدان میشه اینجاست که ایران ما امروز نیازمند به بهترین فرزندان خودش است و های... بهترین فرزندان ایران چه در درون ایران چه در بیرون ایران بایستی که روی این ایمجیناسیون حساب کنند برای نمونه در یک روز خاص برن به سراغ این مغز خودشون یک جمعیت میلیونی وارد خیابان‌های ایران بشن و میهن خودش رو به همین سادگی به همین سادگی به لطف قدرت خیال میتونن پس بگیرند. این هم در راهه تو حالا که صحبت از ایماجیناسیون شد حافظ بین چقدر اهمیت میداد خیال روی تو حجت موجه ماست یعنی اهمیت که به خیال میده بیشتر از واقعیت <تصفح> اهمیتش بیشتر حالا گفته میشه که کسانی که افکار متحجر دارن اندیشایی مثل آدم های متعصب مذهبی تعصب هستن خشک مقدس هم. اینا قدرت تخیل به خیالشون خیلی پایینه نرخ تخیل و خیال پردازی پایین چرا؟ به خاطر اینکه در کودکی به اونها اجازه پرواز داده ام. نشد خب. شما نگاه کنید برای نمونه در حوزه ها حوزه های علمیه ام. هیچگاه به اینها اجازه پرواز داده نشد پاسخ به همه پرسش ها رو به اونها دادند به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید به من بال پرواز بدید اما بذارید خودم پرواز داره. کنم و در هر ساحلی که دوست داشتم به زمین بنشینم رنگ حقیقت خاکستری است در علم مدرن و در انحصار کسی هم نیست شما از دریچه های گوناگون به پدیده ها نگاه می کنید و سری بزنیم به لوی پاستور پیش از هر چیزی پرواز کنید در دنیای خیال سری بزنیم به آلبرت اینشتین پیش از هر چیزی پرواز کنید در دنیای خیال اما اگر دانشمند هستید پس از اینکه اون هیپوتز خودتون رو است. اون رو تولید کردید دیر یا زود در ساحل علم باستی به زمین بنشینید و اون رو به آزمون بکشید اما اگر هنرمند هستید به پرواز خودتون ادامه بدید اما به خاطر ما هم که شده اون قصه پرواز خودتون رو برای ما نگارش کنید تا ما هم همسفر شما باشیم بنابراین میبینید که آدم ها متفاوت هستند میان ما سلسله مراتب نیست اما هر آدمی کارت شناسای خودش رو داره میان ما تفاوت هست اما میان ما سلسله مراتب و درجه بندی نیست که در دنیای زندگی یکی تیمسار باشه یکی استوار باشه یکی گروهبان باشه آدم ها متفاوت هستند و بازی به با آدم ها بال داد و این دنیای خیال به قدری گسترده است و هیچ حد و مرزی مطلقا نداره یادتون باشه ما دارای 86 میلیارد نورون هستیم کار چشایی و بویایی رو شنوایی رو کم و کم کم کردن تا به یک کار دیگه برسن <applause> اما فرگشت داره یک پیام به شما میده اگر انسان ناندرتال از بین رفت ما امروز فکر میکنیم به خاطر این بود که توانایی همدلی و همیاری مانند ما رو نداشت چرا؟ چون استخوان هیوید انسان ناندرتال اون جایگاه ما رو نداره بنابراین رزونانس رو به بیان این آدم نمیداد بذارید اینجوری بگم اگر میخواست با ما صحبت بکنه اعتمالا اینطوری صحبت میکرد میدونم یه همچو. اما من و شما که داریم صحبت میکنیم این زبان من زبان شما در جهات گوناگونی حرکت میکنند رزونانسی ایجاد میشه هنجره ما ضعیف شدن مایچه چهره ما ضعیف شدن استخوان آرواره ما اینها همه کر... کمک کرده تا یک چیزی قوی بشه و اون قدرت بیان هست و بیان یعنی با دیگری بودن همدلی کردن همیزوار. و این راز پیروزی هومو ساپینس هست و یادمون باشه که انسان ناندرتال قوی تر از ما بود تر از ما بود گردن کلوفتر از ما بود همیزوار. به مراتب سرما رو بهتر از ما مقاومت میکرد اما از بین رفت تشکر میکنم و ما امروز متاسفانه کسانی تو ایران داریم که قدرت حاکمه شناخته میشن قدرت بجان و ایجاد ارتباط با دیگران رو نداره کاملاً ارتباط رو از دست ما دارید دقیقا میبینید تشکر میکنم دکتر روزایی خیلی آموزنده عالی بود ممنون ممنونست. دکتر روزایی بعد ادامه بیدیم گفته گروه حتما به خاطر به ب... قدر زیباست من س... خیلی عجله کردم امیدوارم نه نه خیلی خیلی محفوظ بود خیلی میتونیم در برنامه های بعد بشکافی بشه محافظی تشکر از رضا کیان عزیز به خوبی برای من ادایت کرد ممنونیم ازش تا گفتگوی این بدون شما رسانه واقعا بیمعناست ممنونیم از این که ما رو در سفرهای روزانه همراهیم